آقای آرش ریاحی، نویسنده، کارگردان و تهیه کننده فیلم برای یک لحظه آزادی میهمان امشب ما هستند. این فیلم از طرف اتریش برای شرکت در جشنواره سینمایی اسکار سال 2010 انتخاب شد و از موفق‌ترین فیلم‌های سال در اروپا است. آقای ریاحی، به شما سلام می‌کنم و درود می‌فرستم. مرسی از اینکه از شهر وین با ما همراه هستید. منم به شما سلام می‌کنم. سلام خیلی گرم به شما و بینندگان. خیلی ممنون که اجازه دارم با شما دوباره صحبت کنم. خواهش میکنم. منم خیلی خوشحالم که یه فرصت دیگه هست میتونیم راجع به این فیلم تحسین شده شما گفتگو کنیم. اگه موافق باشید راجع به انگیزتون از ساخت این فیلم صحبت کنیم. چرا تصمیم گرفتید فیلمی درباره پناهندگان یا مهاجرین ایرانی بسازید؟ خب من خودم و خیلی از کسایی که اینجا میشناسم خودمون پناهنده هستیم و بچه که بودیم مجبور شدیم بیان از ایران بیرون و تو اروپا یه زندگی جدیدی شروع بکنیم. برای کسایی که مثل من مثلا کوچیک بودم، 8-9 سالم بود، این زیاد سخت نبود، با اینکه ما هم دوستای بچگیمونو گذاشتیم ایران و فامیل و اینا، ولی بله خب خیلی ها که سنشون بالاتره خیلی سخته از صفر شروع کنن و به نظر من این داستان‌های پناهنده‌ها یکی از مهمترین داستان‌های امروزه هست و باید گفته بشه. به خاطر همینم چون این یه قسمت زندگی من بود و خیلی از کسایی که میشناسم توی اروپا، دلم می‌خواست این داستان رو بگم و مخصوصا خب برای ایرانی‌ها که الان صدها هزارشون مجبور شدن از ایران بیان بیرون، یه فیلمی باشه که اونا خودشون رو توی این فیلم پیدا کنن. یک علت دیگه هم که من این فیلم رو درست کردم این بود که دلم میخواست زندگی این خارجی‌ها و پناهنده‌ها رو به بیننده‌های اروپایی و آمریکایی نشون بدم، چون نژاد پرست‌ها اینجا متاسفانه خیلی قوی هستن و روز به روز قوی تر میشن و به ماها که از کشور دیگه اومدیم خیلی وقت از بالا به پایین نگاه میکنن و یه جوری فرقایی که بین انسانها هست و خیلی بزرگ میکنن و دلم میخواست با این فیلم نشون بدم که فرق زیاد بین انسانها نیست، یعنی همه ما دلمون میخواد یه زندگی آرومی داشته باشیم و آزاد باشیم و هر کاری که میخوام بکنیم تا موقعی که به کسی دیگه اذیت نکنیم و به خاطر همینم به نظر من اصلا فرق بین انسان یه چیز خیلی مهمیه و میتونه شیرینی تمام جریان باشه و خاطر همینم دلم خواست که اینو این داستانو بگم، چون به نظر من فرق داشتن بین هم و قبول کردن که انسان هم فرق دارن اصلا یکی از المنت های اصلی دموکراسیه و ما باید قبول کنیم که این مردم فرق میکنن و ولی آقای ریاحی، من چون شما توضیحاتی درباره این فیلم داری خیلی کنجکاوم راجع به داستان هم اشاره بکنید، یعنی از چه جنبه های شما به زندگی پناهجویان و پناهندگان میپردازید، دقیقا چه مسیر و جهتی داره این روایت و داستان شما؟ چیز من چون خودم از طرف ترکیه و کردستان اینا اومدیم، بیشتر داستانم رو گفتم، خب من یه داستان میگم که بهتر میشناسم اینا و تصمیم گرفتم سه تا داستان بگم. یه داستان راجع به دو تا بچه کوچیکه که از ایران میان و پدر مادرشون به اروپا رسیدن و این با پسر خالشون و یه دوستش سعی میکنن این دو تا بچه کوچیکه ها رو برسونن به اتریش به پدر مادر. توی این داستان میخواستم بود این فرار و قربت و اینا توی از دید بچه ها نشون بدم. یه داستان دیگه هست، یه زن و شوهر و بچه هستن که اینا مجبورن از ایران بیان بیرون. شوهره میشه گفت یه خورده سیاسی بوده، خانم زیاد نبوده و خانم میتونه توی ایران بمونه، شوهره ولی نمیتونه بمونه و این توی این داستان میخواستم نشون بدم که این که بعضیا مثلا فکر میکنن بهتر آدم بیاد بیرون وقتی که میخواد مبارزه بکنه ضد یه دیکتاتوری یا سیستم اینجوری، بعضی هم فکر میکنن بهتر آدم توی خود کشور بمونه و توی این داستان میخواستم بگم که هر کس باید اینو برای خودش تصمیم بگیره. من نه ضد این دیدم که مثلا آدم بیاد بیرون یا کسایی که تو ایران میتونن بمونن و میتونن از اونجا یه کاری بکنن، اینم خیلی عالیه.
و داستان سوم هم داستان یه پسر کرد عراقیه و یه آقای معلم ایرانی که خود سنش بالاست، مثل یه داستان پدر پسریه. و تو این داستان با طنز سعی کردم نشون بدم که چه راههایی پناهنده میرن که بعض وقتا میتونه خیلی خنده‌دار و قشنگ باشه و چجوری اینا به سختی هر روز رو میتونن با طنز و خنده باش مبارزه بکنن. دلم خواست سه بود از جریان نشون بدن و نه فقط یه داستان، بخاطر همینم بله. درست کردن این فیلم 5-6 سال طول کشید. درباره هنرپیشگان و بازیگران صحبت کنید، همکاری شما با هنرمندان ایرانی برای تهیه این فیلم چگونه بود؟ چطور تونستید تمام این دوستان رو گرد هم جمع کنید واسه ساخت چنین فیلمی؟ با صبر و وقت طولانی، حدوداً میشه گفت 1.5 سال ما تو تمام اروپا تو شهر رفتیم، توی رستوران های ایرانی، توی مغازه های ایرانی پوستر چسبوندیم، تو روزنامه ها چیز انانس زدیم و همطور یواش یواش تو این 1.5 سال پیدا کردیم دوستان عزیز. و یعنی تو آلمان بودیم، تو لندن بودیم، تو سوئد بودیم، تو فرانسه بودیم، اتریش، سوئیس، و یواش یواش پیدا کردیم. چیز بود، یه سختی جریانی بود که خیلی یادشون میخواست تو فیلم بازی بکنن ولی بازیگر هنرپیشه یعنی حرفه‌ای نبودن، بیشتر دلشون خودشون پناهنده بودن و دلشون میخواست که حتما توی این فیلم باشن، برای اینکه خیلی هاشون به من میگفتن ما خوشحالیم که یک کسی همچین فیلمی درست میکنه و 30 سال منتظر یه همچین داستانی هستیم. و خیلی بعضی وقتا خیلی دردناک بود برای من، چون مثلا بهم زنگ میزد یکی میگفت که من تمام زندگیم دلم میخواست یه همچین شانسی بگیرم. بعد خب بعضی ها که میمدن اصلا نمیخوردن به رولا و مجبور بودم بهشون بگم متاسفانه نمیتونی شما توی فیلم بازی کنی، ولی در جمع بهم نشون داد که چقدر مخصوصا مردم ایران، ایرانی هایی که در خارج زندگی میکنن، دلشون میخواد که یک کسی این داستانو بگه